ساعت 8:30 شب در نزدیکی پل چوبی محور خیابان انقلاب به 137 گزارش داده شد که یک مورد خیابان خوابی در نزدیکی پل چوبی در ساعت 8:30 دقیقه اتفاق افتاده. منتظریم تا ماشین امدادهای شهرداری سر برسه. خب ساعت 9 شب امروز یک شنبه 8 بهمن 96 من در دهنه یک مغازه تعویض روغنی هستم و منتظرم تا خودروی امداد شهرداری سر برسه. خیابون خوابی هم که در تصویر میبینید همچنان در زیر برف، فکر میکنم یخ زده اینجا، همچنان منتظریم خودروی امداد شهرداری برای کمک به این خیابان خواب حضور پیدا بود. ساعت 9:30 دقیقه شد، یک ساعت از زمانی که من به اپراتور شماره 445 سامانه 137 شهرداری تهران برای کمک رسوندن به این خیابان خواب گزارش دادم میگذره، ولی هنوز امدادگران شهرداری حاضر نشدن در محل. شما میتونید از میزان برفی که روی خودروی کنار این خیابون خواب نشسته پی ببرید که میزان سرما اینجا چقدره. ساعت 10:30 شب شد، هیچ کسی نیومد. من با وجودی که لباس کافی دارم، با وجودی که غذای کافی خوردم، با وجودی که سالم هستم، ولی دارم یخ میزنم و انتظار داریم با وضعیتی که 137 داره، با وضعیت عدم پاسخگویی مسئولان شهرداری تهران، سازمان خدمات اجتماعی و متاسفانه شرایطی که بر شهر از لحاظ برف و سرما حاکمه، شاهد صحنه‌های اینطوری نباشیم. با توجه به این که ما جوابی از سامانه 137 شهرداری تهران نگرفتیم، بریم به پاسگاه نیروی انتظامی در میدان امام حسین گزارش این کارتون خواب رو بدیم که احتمال داره فردا صبح نتونه زنده باشه. سلام سرکن، خسته نشی. نزدیک پل چوبی یه کارتون خواب داره یخ میزنه. چی میزنه؟ یخ میزنه، داره میمیره زیر برف کنار خیابون نشسته. نمیشه بیسیم بزنی بیان جمعش کنن؟ یه سرده سعی میزدید اگر بیومدن اونا باید بیان. خب شما زنگ میزنید نزدیک پل چوبیه، 10 متر پل چوبی. الان بگین اپ بگشت اون رو بهشون بدید. آره دست درد نکنه. آقا من ببخشید، نزدیک پل چوبی تو پیاده رو این دست سمت شمال یه کارتون خواب داره یخ میزنه، اینو میشه جمعش کنیم؟ مرکز 137 الان اطلاع میدیم واسه جمع آوریش. من چند بار زنگ زدم اصلا جوابگو نیستم. نمیتونیم چون الان خودشم اگه میخواست بیا باشیم کلام دهی بگو آقا این شما میخوام جلو خواهیم بچه ها میذاریم. میره این بدبخت ها میدونم، ما اگه دش بگیم و بیا اگه خودش میخواست ما تمام کارتون خواب ها میدونن در بازداشتگاه رو باز میذاریم صبح هم میام میرن.